Let's go, grab a cup of coffee, pour it over ice. Take it for a walk while we talk about our lives. I just wanna spend some quality time. And I don't need a gift, I don't need a... I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. واقعا میس یو گایز، یعنی دلم خیلی تنگ شده بود که بیام اینجور بشینم اینجا باهاتون صحبت کنم، ویدیو بگیرم. توی این مدت اولا بگم که موهام خیسه، لباسم چروکه. I know امروز روز خیلی خیلی شلوغیه برای من، وقت چیتان پیتان ندارم. امروز از این روزاییه که 5 تا کار رو همزمان دارم انجام میدم. الان سیب زمینی رو گاز داره میپزه برای پوره سیب زمینی. مرغم رو مرینیت کردم که بعدش نهار درست بکنم. ساعت 3 کلاس دارم، باید آماده بشم کم کم برم کلاس. و اینکه گفتم بیام ولاگ بگیرم وقتی دارم آماده میشم. انقدر من این ولاگ گرفتن رو دوست دارم که هر دفعه که ولاگ میگیرم و آپلود میکنم با خودم میگم که از دفعه بعدی من اصلا توی هفته 2 بار ولاگ میذارم، بیشتر ولاگ میگیرم و اینا. ولی خیلی این روزا بیزیم میدونی، ولی ایشالله که از هفته دیگه خلوت تر میشم. توی این هفته‌ای که گذشت اتفاقای خیلی خیلی جالب و خوبی افتاد. اول اینکه برای اولین بار در زندگیم رفتم استودیو. Someone is going to be here. Cool. Wow. You are my love. گذشتم از جان، باید بگذشت از طوفان ها. به نیمه شب ها دارم با یارم پیمان ها که برف و روزم آتش ها در کوهستان. So you start a little intro. Yeah, I'm best. When you hear me fall, do this. Alright. Could I look you in the eye? You're just like an angel. Your skin makes me cry. You feel like a fairy.
اینجا یه نفر خودکشی کرده، پریده پایین، بعد همه دارن نگاه میکنن. میبی یه شده تک ویدو بلایی دو میکن. اونجا یه نفر خودشو کشته. بعدم این که توی این هفته یه دور سرما خوردم خوب شدم، بعد این که اقامتم تموم شده بود رفتم اقامتم رو تمدید کردم. توی اینستاگرام اخیرا خیلی میدیدم که میگن که بعد از 20 سالگی باید بری دکتر زنان مرتب چکاپ بشید و اینا. بعد این هی تو ذهن من افتاده بود که مثلا یه دکتر زنان برم یه چکاپ بدم و اینا. ما رفتیم دکتر زنان، چکاپ دادیم، آزمایش و فلان و اینا، و اومدم بیرون که حساب کنم. میدونستم قراره گرون بشه، ولی چیزی که توی ذهنم بود سه برابر بیشتر شد. و وقتی اومدم بیرون کارت بکشم برم، شد 9 میلیون تومان. 9 فریکین میلیون تومان. و من این پولو دادم و اینجوری بودم که کل این پولو دادم برای یه چکاپ، فقط یه چکاپ ساده. تازه هیچی من نیست، سالم و سلامتم، هیچ مشکلی ندارم، فقط برای یه چکاپ 9 میلیون دادم. و اصلا باورم نمیشد. اگر توی ایرانین این چکاپ رو انجام بدین، چکاپ زنانه سالانه یه نمیدونم اینا رو انجام بدید، توی ایران ارزون تر میشه، خیلی ارزون تر میشه. اگر قرار مهاجرت بکنین یادتون باشه که، چون این چکاپ و چیزی که من فهمیدم اینه که 5 سال یه بار، بعد از 20 سالگی 5 سال یه بار باید انجام بدید. اگر قرار مهاجرت بکنین توی ایران چکاپتون رو انجام بدید. ولی خب این پولا برای سلامتی و چکاپ و اینا بود دیگه، با این میتونم خودم راضی بکنم. خلاصه که همین دیگه، من این ضد آفتابو بزنم برم ناهارمو درست بکنم. گفتم امروز کلاس دارم، امروز کلاس سولفژ دارم. بعد من موقعی که از کلاس سولفژ رو اینا یه موقعی ویدیو میگیرم، همه فکر میکنن که این دانشگاه منه، در صورتی که این جاهایی که من میرم کلاس های موسیقی رو اینا توی دانشگاه، آره دانشگاهه، ولی دانشگاه من نیست. اینو نگفتم، بذار اینو بگم. اولا اینکه امتحان ترکیمو پاس شدم، یعنی دیگه کلاس ترکی و اینا خبری نیست، امتحانه رو پاس شدم، مدرکه رو گرفتم و تمام. جاهایی که من نشون میدم کلاس های موسیقی که میرم دانشگاهه، ولی دانشگاه من نیست. من تازه هنوز کلاس ترکیم تموم شده، هنوز وارد دانشگاه نشدم، فقط کلاس های موسیقی، کلاس های پیانو و سولفژی که دارم میگیرم توی دانشگاه های مختلف برگزار میشه، یعنی از استاد دانشگاه های مختلف میگیرم. و اینکه توی این مدتی که دارم توی اینستاگرام فعالیت میکنم، اگه پیج اینستاگرام منو ندارید حتما فالو بکنید. توی این مدتی که دارم توی اینستاگرام فعالیت میکنم، خیلی همه دارن به هم دایرکت میدن، پیام میدن، کامنت میذارن که درباره مهاجرتت بگو، درباره رشتهت بگو، چه جوری با رشته موسیقی مهاجرت کردی، دانشگاه چیه، از دانشگاهت بذار فلان فلان. ببین من درباره دانشگاهم نمیتونم هیچ حرفی بزنم، چون اولا که هنوز کاملا وارد دانشگاه نشدم، بعدم این دانشگاهی که امسال ثبت نام کرده بودم که برم و اینا، قرار نیست موسیقی اونجا بخونم، چون که در طی زمان با بچه‌های اونجا که حرف زدم فهمیدم که دانشگاه خوبی برای موسیقی نیست و میخوام دانشگاهمو عوض کنم برای سال دیگه، یعنی یه دور دیگه بعد امتحان ورودی بدم. و اینکه هنوز نه انتخاب کردم، الان 2 ماه 3 ماه دیگه دانشگاه شروع میشه و من هنوز نمیدونم که چه دانشگاهی قراره برم، امتحان ورودی دانشگاه کیه، اصلا کی باید اپلای کنم، برای هیچ دانشگاهی هنوز اپلای نکردم. و اینکه اصلا نمیدونم اگر امتحانشو بدم قبول میشم یا نمیشم. به خاطر همین درباره دانشگاه فعلا حرف نمیزنم تا زمانی که دانشگاه برم. و حتی اینم گوشه ذهنم دارم که اصلا نمیدونم امسال میخوام، یعنی امسال که یعنی کلا میخوام دانشگاه برم یا نه، به خاطر ویزا مجبورم برم. ولی خب اگه ببینم که میتونم یه راه دیگه جور بکنم برای ویزا و اینا، یه دوره دیگه میخوام جدی بابت دانشگاه فکر بکنم که میخوام آیا واقعا برم یا نه. به خاطر همین من جواب نمیدم به این سوالا، برم نهارمو درست کنم. با ما همراه باشی. همین دیگه. از این کوچه ها خیلی بدم میاد، همش سراشیبیه. بعد وقتی میخوای بری بالا انگار که از کوه داری میری بالا، وقتی هم داری میری پایین انگار که لیز میخوری. اصلا هم پایین رفتن هم بالا رفتن خیلی سخت. کاش من داد و بیداد نکنم تو این کوچه ها. Everything goes white. I can feel the breeze. Euphoric delight. Only you and me. Pour your honey sickly sweet. Keeps me coming, got me weak.
be dying your number 6 feet deep. Oh, it's real hard to break this habit. It's like I want you 24/7. When I'm without you, boy, I feel sick. Think you look better than my prescriptions. Nothing feels as good as you do. Subscribe, comment, like, زنگ بزن اینستان فالو کنید یا همه فرم اگه سابسکرایب نکنید دوست بازی بسته دوست بازی بسته دوست بازی بسته